خب خانم آقایان، سلام و روز بخیر. امیدوارم حال همگی شما عزیزان خوب باشه و روز خوبی رو آغاز کرده باشید. اگه موافق باشید من آروم آروم برم در مورد مباحث امروز که طی این دو سه ساعتی که در اختیار ما هست با هم صحبتی داشته باشیم. من خدمت شما هستم تا مباحث مرتبط با مفاهیم پایه‌ای نوآوری رو خدمت شما عزیزان بیان بکنم. خب عرض بزرگتون که حالا معمولا دورهای حضوری یه سری توصیه هایی داریم، اون داستان از این که بگذریم برنامه زمان مدی ما چندا پیچیده نیست. ما خدمتون خواهیم بود تیه این 3 ساعت تا 4 عصر، بینش هم حالا یه 10 دقیقه یه روبی یه استراحتی خواهیم گذاشت، احتمالا ساعت 2:30 که 10 دقیقه روبی حالا هوای عوض کنید، خودم هم یه استراحتی بکنم. صدای من رو ندارید خانم خزایی؟ اینطور که صفر رو فرستادید من فکر میکنم صدای من ندارید. دوستان دیگه صدای من رو دارن لطفا با 1 و 0 به من پیام بدن. دوستان دیگه هم بازخورد بدن خیلی ممنون میشم، خیالم راحت شه. متشکرم. صدا قطع و وصل میشه، نمیدونم. دوستان دیگه هم همین مشکل رو دارن؟ خب دوستان دیگه بازخورد که میدم میگن خوبه، شاید حالا از اینترنت شما باشه، یه چک بکنید اینترنت خودتون. خب من خودم معرفی بکنم خدمت شما، من مجتبی رمضانی سرخی هستم، مشاور در حوزه های کسب و کار، در حوزه نوآوری، ریسک، مدل سازی کسب و کار، استراتژی و مدیریت خدمات، ممیز سیستم های مدیریتی هستم. تحصیلاتم کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار مالی، مهندس بین‌المللی جوش. مشاور شرکت های مختلفی بودم که اسامیشون اینجا میتونید ملاحظه بفرمایید: شرکت پارس مینو، موتوژن، فروردهای لبنی کاله، مجتمع فولاد خراسان، صنایع کاشی تبریز و شرکت های دیگه که ملاحظه بفرمایید. با افتخار در خدمت شما هستم. عضو انجمن مدیریت ایران هستم، عضو انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران، انجمن مهندسی صنایع ایران، انجمن مهندسی مالی ایران و انجمن مدیریت کسب و کار ایران. عضو کمیته های فنی 44، 207 و 210 سازمان ملی استاندارد ایران هم هستم و با افتخار خدمت شما دوستان عزیز هستم که یک گپ و گفتی رو امروز ایشالا داشته باشید. آدرس در واقع راه های ارتباطی با من، موبایلم رو در پایین میتونید ببینید: 0912-650-99-24 و در واقع آدرس صفحه اینستاگرامم که مطالب مدیریتی توش قرار میدم، همینطور لینکدین و در واقع توییتر من. شماره موبایل من رو لطفا سیو بفرمایید. اگر کسانی علاقمند بودن که این پاورپوینت رو هم داشته باشن و من یه پیامی بدن که من بتونم براشون ارسال بکنم این پاورپوینت رو، اگر علاقمندید که داشته باشید. خب ادامه بدیم مباحثمون رو. منابعی که من استفاده میکنم یا دست کم میتونه بسیار برای شما مفید باشه، 4 تا کتاب رو دارم خدمت شما معرفی میکنم. کتاب نخست مدیریت نوآوری از آقای جو تید و جان بسنت هستش، بسیار کتاب خوبیه، 2 جلدی هستش این کتاب. کتاب 10 گونه نوآوری یا 10 types of innovation، این هم کتاب بسیار جذابی هستش، از اون کتاب های هم خوب چاپ شده تو ایران هم خوب ترجمه شده، خیلی لذت بخش خوندن این کتاب. نوآوری باز خدماتی از آقای هنری چسپرو که در واقع تو حوزه نوآوری باز صحبت میکنه با روی کرده توجه به نوآوری از دید خدمات. و آخرین منبع هم خود نوآوری بازه که بازم نوشته آقای هنری چسبرو هستش. بسیار کتاب های زیبا، جذاب و جالبی هستن با مثال های بسیار فراوون، ولی خب مثال های خورد خارجیه دیگه، این هم مد نظر شما عزیزان باشه. خب ما در مورد این
دوره سرفصلی که داریم در مورد ماهیت نوآوری صحبت میکنیم، این نوآوری فرایند محوری کسب و کاره، چجوری میشه سازمان نوآور ایجاد کرد، راهبردهای نوآوری، منابع نوآوری و مسائلی از این دست رو با هم ورق خواهیم زد. خب یک سوال در واقع، یا بهتر از کلمه سوال، یک در واقع میخوام یه درنگی داشته باشیم روی این تصویر. تصویر یک، خب احتمالا میتونه حدس بزنه تصویر چیه؟ تصویر آینه جلوی یه خودرو هستش. بسیاری از ماها توی کسب و کارها، چه کسب و کار شخصی باشه چه یک بیزینس یا کسب و کار بسیار بزرگ باشه، عادت کردیم که آینده رو پیش بینی کنیم. اما ما آینده رو بر اساس چی پیش بینی میکنیم؟ بر اساس گذشته. گذشته ما که تو همین آینه است، یعنی اون چیزی که دقیقاً راننده داره میبینه و خیلی شفافه تو این تصویر، گذشتهشه. مشتریای ما تا حالا این چیزا رو میخواستن، تا حالا اینجوری باید بهشون تحویل میدادیم، قیمت مد نظرشون این بود، مشخصه های محصول باید اینطوری میبود، این ویژگی ها رو باید میداشتن. این همون نگاه کردن تو آینه عقب ماشینه. یعنی به عبارتی مثل اینه که بد نیست البته داشتن چنین اطلاعاتی از گذشته و رویکردهای مشتریان، ولی اگر فقط این باشه خیلی نگران کننده است. مثل اینکه ما بخوایم رانندگی کنیم و فقط نگاه کنیم توی آینه عقب ماشین، آینه جلو، حالا آینه جلو در واقع تصویر جلو، شیشه ما انقدر کثیف باشه، انقدر در واقع گرد و خاک گرفته باشه که نتونیم جلو رو ببینیم. یعنی به عبارتی یه استعاره میخوام به کار ببرم، به قول انگلیسی ها یه متافور هستش از آینده. یعنی اینکه آینده ما که بسیار مهمتره، اینکه در آینده مشتری چی میخواد خیلی حیاتی تره برای من کسب و کار، برای من کارآفرین، تا اینکه در گذشته چی میخواست. گرچه گذشته هم میتونه مبنا باشه، ولی خب تو آینده، تو که در واقع اسلاید های آتی با شما صحبت خواهم کرد که صرفا نگاه کردن به گذشته چه فجایعی رو میتونه به دنبال داشته باشه، به این قسمت قضیه هم باید توجه کنیم. خب آنچه که میتونه آینده ما رو یه ذره شفافتر، روشن‌تر بکنه، یکی از پارامترها در دنیای امروز اینه که سازمان یا فرد کارآفرین نوآوری بکنه. بدین معنی که با نوآوری کردن میتونه جهت آینده رو اون تعیین کنه. یعنی آنچه که مشتری میخواد در آینده جز انتظاراتش باشه، جز الزامات و نیازهاش باشه، رو من از امروز تعیین میکنم. به خاطر اینکه من نوآورم، ویژگی ها و پارامترهای مربوط به محصول، خدماتم و نحوه ارائه خدماتم دارم تغییر میدم تا مشتری رو مشعوف بکنم و شگفت زده بکنم. خب حالا میخوام ببینیم اصلا نوآوری چی هستش. در مورد ضبط در واقع دوره، من دارم با کمتازی ها ضبطش میکنم، من با کمتازی ها ضبطش میکنم، توی گوگل درایو هم آپلودش میکنم. دوستانی که علاقه من بودن میتونن آدرس جیمیلشون رو به من بدن، من تو اونجا باشون به اشتراک میذارم. اگه شکل دیگه میشه ضبطش کرد، حقیقتش من اطلاع ندارم، ولی من دارم ضبطش رو هم انجام میدم. خب نوآوری چیه؟ بذاریم با سوال به این سوال جواب بدیم، مثل یه رئیس جمهور باحالی که داشتیم که سوال رو با سوال جواب میداد و کلن آدم بامزه بود. سوال رو با سوال جواب بدیم. آیا نوآوری فقط در حوزه محصول رخ میده؟ این سوال اساسی هستش که جواب دادنش میتونه به ما کمک بکنه که نگاه دیگه‌ای به حوزه نوآوری داشته باشیم. من اگه بخوام این سوال دوم رو در یک کلمه به شما جواب بدم، و اتفاقا در این دو سه ساعتی که بخوام با هم صحبت بکنیم خیلی رو این تاکید خواهم کرد که شما نوآوری رو صرفا رو محصول نبینید، در یک کلمه اگه بخوام جواب بدم میگم خیر، نوآوری در حوزه‌های مختلفی رخ خواهد داد که حواسمون باید به اونا باشه. بسیاری از سازمان‌ها از نظر محصول ممکنه نوآور بودن،
ولی تو حوزه های دیگه نوآوری نداشتند و این تونست ضربه های جدی به اونها وارد بکنه. خب بریم جلو. حالا این تصویر به نظر من تصویر جالب و جذابی هستش که یه نگاه نوآورانه رو میتونه نشون بده. یه فردی که از چتر داره استفاده میکنه، یه فردی که از چتر داره استفاده میکنه، علاوه بر اینکه چتر جلوشو میگیره که خیس نشه، داره یه گلدونی رو هم آبیاری میکنه. خب این بزرگوار رو اگر میشناسید که چه بهتر، خوش به سعادتتون. اگر نمیشناسید اجازه بدید من در این لحظه تاریخی روز 13 مهر ساعت 14 و 13 و 10 دقیقه خدمتتون عرض کنم، ایشون شاید بشه گفت پیامبر نوآوری هستن. اقتصاددان برجسته آلمانی که بعداً در واقع به آمریکا رفت و شد آلمانی آمریکایی، آقای جوزف شامپیتر، از برجسته‌های عالم نوآوری. یعنی کسی تو حوزه نوآوری اگه کار میکنه خیلی 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 بعیده که اسم این بزرگوار رو نشنیده باشه. یک کتاب بسیار زیبایی هم از زندگی ایشون هست، خیلی کوچیکه، 145 صفحه هم هست، ارزش خوندن داره، تحت عنوان معلم نوآوری یا شاید آموزگار نوآوری، حالا اسم دقیقش رو شاید دقیق نگفته باشم، مال انتشارات رسا هستش. خب ببینید چی میگه از حرف حساب این آقای جوزف شامپیتر ما که یک اقتصاددان هستش چی هستش. جالب بدونید بسیاری از کسایی که پیشروان حوزه نوآوری بودن یه جورایی دستی بر اقتصاد داشتن. این بزرگوار میگه از طریق نوآوری است که ما میتونیم به سود اقتصادی برسیم. بذار در مورد سود اقتصادی من صحبت کنم. اول ما یه چیز داریم تحت عنوان سود حسابداری که تمام هزینه هامون رو در میاریم، تمام درآمدامون رو در میاریم، دو تا از هم کم میکنیم، هر چی در میاد میگیم آقا سود کردیم. این سوده بهش میگن سود حسابداری. یعنی به طور خلاصه و خیلی رفاقتی بخوام به شما بگم، درآمد منهای هزینه میشه سود حسابداری. حالا مثلا من 1 میلیارد پول آوردم، 2 میلیارد پول آوردم، مثلا 2 میلیارد هزینه کردم و در واقع فرض 2.5 میلیارد تومان ازش پول در آوردم، ازم در واقع کم و زیاد بکنیم میشه 500 میلیون تومان سود کردم توی سال گذشته. این میشه سود حسابداری من تو سال گذشته. اما اینکه آیا واقعا سود کردم یا نه باید به چند تا چیز توجه کنم. یک، وضعیت تورم تو مملکت چجور بوده. اگه تورم مملکت 60% بوده، خب یا 50% بوده که من کلام پس معرکه بوده. این 2 میلیارد تومان امروز من سال آینده همین موقع 50% ارزش قدرت خریدش رو از دست میده. علاوه بر این اگر من این 2 میلیارد تومان رو میرفتم مثلا یه ملک میخریدم، مثلا میرفتم دلار میخریدم، مثلا میرفتم سکه میخریدم، مثلا میرفتم بانک میذاشتم، آیا میتونستم درآمد بهتری داشته باشم یا نه؟ اگر شما بتونید بالاتر از سود حسابداری سود کسب بکنید و بهتر از اون بتونید از نسبت به روش‌های دیگه کسب درآمد سود بهتری کسب بکنید، به سود اقتصادی رسیدید. این چیزیه که آقای شامپیتر بهش اشاره می‌کنه. و یکی از موضوعاتی هم که بهش اشاره می‌کنه اینه که نوآوری در ذات خودش تخریب خلاق داره. که توضیح میدم در موردش. یعنی علم و دانش پیشرفت می‌کنه، رشد می‌کنه، چیزی که به وجود میاد اون نوآوری‌های جدیدی که ایجاد میشه عملاً باعث تعطیل شدن شغل یه عده‌ای میشه، ولی در عمل یه عده جدیدی رو مشغول به کار میکنه توی بازار جدید با اون تکنولوژی جدیدی که به وجود آورده. مثال‌ها فراوونه، از در واقع سنتیش تا صنعتیش. از سنتیش مثل در واقع اون ایامی که پست بود، ایمیل به وجود اومد جاش، یا فرض کنید قطار به وجود اومد جای مثلا کالسکه و عرابه و اینجور چیزا. تو دنیای در واقع پیشرفته و مدرنش هم که دیگه از اسنپ و آپ و این داستانا تو کشور ما بگیرید تا بحث شبکه‌های اجتماعی و ایمیل و اینا، خودشون جایگزین یک گروه دیگه ای از مشاغل شدن، ولی شغل‌های جدید ایجاد کردن. یه درو بیکار کردن ولی مشاغل جدید و کارهای جدید آفریدن. این مفهوم به معنی اینه که یک تخریب ایجاد میکنه هر نوآوری، ولی تخریبش خلاقانه است و این تخریب خلاق به رشد و توسعه یک جامعه کمک میکنه.
خب در مجموع من اگه محصولی داشته باشم 4 مرحله عمر براش از نظر علم اقتصاد متصور هستیم و از روی کرده نوآوری، این اگه زمان باشه و این میزان سوداوری و فروشش باشه، این قرمزه فروششه، این سبزه سوداوریشه. در آغاز یک تکنولوژی، یک محصول یا یک خدمت جدید تو مرحله اینتروداکشنه، یعنی تو مرحله معرفی. تصور کنید تکنولوژی بلوتوثی که اولین بار به وجود اومد یا همین شبکه‌های اجتماعی که ما باش در کار داریم اولین بار به وجود اومد، یا لپتاپ برای اولین بار به وجود اومد، یک موبایل برای اولین بار به وجود اومد و ده ها چیز دیگه ای که حالا من این مثالایی که زدم نمونه های موفق بود، نمونه های ناموفق هم تا دلتون بخواد داریم. مثلا شما تکنولوژی بلوری که تو حوزه در واقع کامپکت دیسک ها دیسک های فشرده بود، خب خیلی پا نگرفت و خیلی چیزای دیگه. یه مرحله اینتروداکشن داریم یا مرحله معرفی اون تکنولوژی، محصول یا خدمت به بازار رو داریم. تو این مرحله همونطور که میبینید فروش بسیار اندک، آروم آروم اگه موفقیت آمیز باشه بتونه خودشو هل بده، یه ذره از عمرش بگذره، یه ذره جا بیفته، میرسه به مرحله گراف یا مرحله رشد. میبینیم که به یه روند خیلی خوب با یه شیب خیلی خوب صعود میکنه میزان فروشش. من فقط قرمز الان دارم توضیح میدم. آروم آروم در واقع به مرحله سوداوری قابل قبولی میرسه، میرسه به یه دوره‌ای که مچورتی یا دوره بلوغ در واقع گفته میشه. تو این دوره باز فروش خوبه ولی میبینیم اون شیب صعودی تقریبا داره به یه خط تبدیل میشه، یعنی ثابت میشه. فروش همچنان خوبه، همچنان در واقع جذاب، مشکلی نداره، ولی دیگه رشد فروش رو ما نداریم. تو اینجاها تو تمامی این مراحل ما رشد فروش رو داریم، ولی تو اینجا رشد فروش متوقف شده یا بسیار محدود شده. آروم آروم زمان نوبت به این میرسه که یواشاش بازارمون کاهش پیدا کنه. چرا؟ چون تو این مرحله رقبا به ما پیوسته. وقتی فروش خیلی خوب باشه، جذاب باشه، سوداوری خیلی خوب باشه، همه میگن اه پس خوبه، بریم تو این کار، تو این بیزنس. یواش یواش دست زیاد میشه تو کار، میزان فروش اول ثابت میشه، آروم آروم دیکلاین میکنه یا افول شروع میشه. دوره چهارم در واقع اون چرخه عمر محصول مشروع میشه. به این میگن چرخه عمر محصول یا تکنولوژی. برای سود هم اتفاقاتی میفته، یه ذره متفاوته ولی خب شباهت داره. در آغاز ما اصلا داریم ضرر میدیم به خاطر اینکه ببخشید، به خاطر اینکه کلی دارم هزینه میکنم، تو ابتدای کار نمیفروشم زیاد یا کم میفروشم، طبیعتا از جیب باید پول بدم. یواش یواش میرسیم به مرحله سوداوری، یواش یواش فروشم با در واقع هزینه هام یر به یر میشه، بعد یواش یواش میرسم به در واقع سود قابل قبول که توی این مرحله اتفاق میفته. تو مرحله رشد سود خیلی خوب میتونم کسب بکنم اگر به این مرحله برسم. تو مرحله مچورتی یا رقاب در واقع بلوغ، به دلیل اینکه رقبا پیوستن هی دارن رقابت میکنن به ما، هی سودمون کمتر میشه، تا اینکه تو دوره دیکلاین یا افول دیگه فاتحه قضیه رو باید بخونیم، اون بیزنس دیگه بیزنس شدنی نیست مگر اینکه اتفاقات دیگه ای توش بیفته. از تکنولوژی بلوتوث براتون مثال میزنم. تو اینجا میبینید در آغاز، خب اون کسایی که تکنولوژی بلوتوث رو توی محصولات مختلف میخواستن به کار بگیرن اوایل موفق نمیشدن، استقبال نمیشد ازشون. یواش یواش پا گرفت این قضیه، تونستن بفروشن، رشد کرد، خیلی خوب رفت جلو، به یه بلوغی رسید و با کله افتاد، به خصوص استفاده از بلوتوث در موبایل ها. یادتون باشه این 2-3 سال اخیر رو فراموش کنید، 4-5 سال بود که اصلا ما از بلوتوث تقریبا استفاده نمی کردیم. چه اتفاقی افتاد تو سالهای اخیر؟ نوع کاربری بلوتوث رو عوض کردن. الان میبینیم ما دیوایس هایی داریم که همین دیوایس که یا دستگاه ها تجهیزاتی که هندز فری هستن. قبلا اینجوری نبود هندز فری یا با بلوتوث باشن، فقط هدف این بود دو تا موبایل با هم وصل کن یا موبایل به لپتاپ وصل کن. الان این موضوع زیاد برای ما کاربرد نداره، بلا موضوع هستش، ولی الان ارتباط در واقع دیوایس های دیگه با لپتاپ، با در واقع موبایل خیلی اهمیت داره. من الان خودم یه در واقع کیبوردی دارم، کیبورد با بلوتوث کار میکنه، خیلی برای من حیاتی هستش. تو دورهایی که باید حضوری باشه، باید قدم بزنم، مهمه برای من چنین چیزی.
بنابراین عملا یه چرخه عمر جدید براش خلق کردن. اون چرخه عمر قبلی عملا باطل شد، اگه قرار بود همونجور استفاده بشه باید فاتحه قضیه رو میخوندن. تو این مرحله، تو مرحله اینتروداکشن، رانت شومپیتر مطرح میشه، یعنی داستان نوآوری معمولا اینجاها مطرح میشه. و خب میدونیم که بسیاری از کسب و کارها، بسیاری از نوآوری ها تو این مرحله شکست میخوان، اصلا نمیتونن به مرحله های بعد برسن. این چیزا که ما داریم توضیح میدیم در مورد اونهایی که توان این رو پیدا میکنن به مرحله بعد وارد بشن. و تو این مرحله، یعنی مرحله بلوغ، یه چیزی شکل میگیره به اسم طرح غالب یا دامیننت دیزاین، طرح غالب. محصولات رقبا تو این مرحله بسیار شبیه هم میشه، مثل موبایل ها. تو این مراحل ما موبایل ها با طرحهای خیلی عجیب غریب و مشابه هم داشتیم، یکی کشویی بود، یکی پیچی بود، یکی کیبورد داشت، یکی کیبورد نداشت، یه تاشو بودش، حالا هر چیزی. ولی یواش یواش الان ما 7 8 سال تقریبا یه صفحه در واقع 5 اینچی 6 اینچی 4 نیم اینچی داریم ساده، فوقش با یه دکمه، که تقریبا همه شبیه هم هستن. در هر صنعتی دیده باشید که دامیننت دیزاین یا طرح غالب اتفاق افتاده باشه، یک سیگنال برای بلوغ میتونه باشه. اما توجه بکنیم که این شیب و این دوره زمانی محصول به محصول ممکنه اساسا متفاوت باشه، و به خصوص باید توجه کنیم گاهی اوقات یه محصول پیچیده مثل موبایل فقط قیافه ظاهری نیست، عناصر داخلیش هم خیلی خیلی اهمیت دارن. اون سیستم عاملی که داره استفاده میشه، اون امکانات در واقع جانبیش هم حائز اهمیته، مثل تصویر دوربینش، تصویر فیلم برداریش و غیره حائز اهمیت است. ولی خواستم به عنوان یه سیگنال بگم که طرح غالب اگه اتفاق میفته، معمولا ما اونو نشانی از رسیدن به مرحله بلوغ میدونیم، یک سیگنال. و در اینجاست که از خودمون باید بپرسیم محصول ما در چه مرحله است. خیلی خیلی مهمه. من به عنوان یه آدم نوآور، من به عنوان یه آدم کارآفرین، وقتی ندونم محصولم مثلا کجاست، کارآفرینی نمیگم اساسا غلط میشه، ولی یه جورایی حرکت کردن و رانندگی با ماشینیه که فقط دارم از آینه عقبش استفاده میکنم و میتونه نگران کننده بشه. خب یه آمار بدم به شما از وضعیت بقا و فنای شرکت‌های بزرگ. متوسط نرخ بقای شرکت‌های بزرگ کاهش یافته. قبلا ما شرکت‌هایی داشتیم 200 سال 150 سال از عمرشون میگذشت و شرکت‌های بزرگی بودن. تا همین 10 سال پیش 15 سال پیش ما می‌رفتید فهرست برندهای بزرگ دنیا رو نگاه می‌کردید، اولش کوکاکولا بودش، بعد نمی‌دونم جنرال موتورز بودش، بعد تویوتا بودش، بعد نمی‌دونم مرسدس بنز بودش. حالا من دارم کلی دارم میگم، ولی الان از 10 تای اول شما نگاه کنید، اولش اپل هستش، دومش مثلا آلفابت هستش که همون گوگله، بعد مثلا می‌بینید که سامسونگ هستش، بعد می‌بینید مثلا آمازون هستش و چیزهای دیگه. شرکت هایی که توی S&P 500 بودن، S&P 500 یه لیسته، یه فهرستی از 500 شرکتی که بیشترین فروش رو در طی یک سال خاص داشتن. تو سال 1957 این 500 شرکت که لیست شده بودن، تو سال 1997 یعنی 40 سال بعد فقط 74 تاشون بودن، یعنی 426 تاشون خداحافظ شما، بای بای. خیلی نگران کننده است. نمیخوام بگم همش عاملش نوآوریه، ولی خب این آمار اصلا آمار خطرناکه، آمار نگران کننده ایه. اگه 20% هم به عامل نوآوری برگرده، باز هم باید سنسورهای ما، شاخکهای ما تیز بشه، که بیش از 20% در ادامه دربارش صحبت خواهیم کرد. از 12 شرکت برتر داو جونز تو سال 1900 فقط یکی باقی مونده، اونم جنرال الکتریک، که اونم بسیار شرکت نوآوری است. برخی تغییرات اساسی در کسب و کار بنگاه ها اتفاق افتاده. نوکیا اول چوب بری میکرده، بعد وارد صنعت کاغذ شده، بعد یواش یواش تئوری یا اون مانیفست دنیای بدون کاغذ مطرح شد و وارد دنیای تلفن و مخابرات شد، و بعد وارد دنیای تلفن همراه شد، و بعدم که اون بلاها سر نوکیا اومد و داستان های مربوطش که همه ازش مطلع هستید. میخوام بگم کل این حرفا معنیش اینه که
ما با یه دنیای مواجهیم که هر روز داره توش یک زلزله هشت‌ریشتری در کسب و کار اتفاق میفته و بسیاری از حاضرین رو به بیرون هدایت میکنه و بسیاری از کسایی که تازه از گرد راه رسیدن رو وارد میکنه. از سرگذشت اینستاگرام رو میخونم توی کتاب اسم نو فیلتر یا بدون فیلتر، آی سیستروم و همکارش که این شرکت رو به وجود آورده بودن تا سالی که توسط فیسبوک خریداری شد، نکته جالب این بود که تا اون 3-4 سال اصلا این شرکت هیچ درآمدی ولو یک دلار درآمد نداشت، ولی فیسبوک حاضر شد بابت این شرکتی که هیچ درآمدی نداره چقدر پول بده. کی اطلاع داره؟ میخوام ببینم بیدارید یا نه، نخوابیده باشید. فکر میکنه چقدر پول داد براش؟ آی فلاح داره مینویسه. دوستان دیگه هم ببینم کمک میکنم به ما یا نه. منم یه قلوب آب بخورم تو این فاصله. یک میلیارد دلار پول داد. حالا آقای فلاح نمیدونم منظورتون همینه یا نه. یک میلیارد دلار پول داد. جهت اطلاع شما، یک میلیارد دلار یعنی تقریبا با دلار 27000 تومانی امروز اگه حساب بکنیم میشه 27000 میلیارد تومان. خدا برکت بده. حالا در ادامه خواهم گفت که چرا، واسه چی باید پول بده شرکت که هنوز درآمدی نداره. خانم خزایی من نمیتونم جمله شما رو بخونم، فکر کنم به خاطر فارسی هست. اگه میتونید فینگریش بنویسید چاره نیست. خب نه برید بالا. یک میلیارد دلار، یک میلیون دلار هم نه، یک میلیارد دلار، عدد وحشتناکی. اصلا چرا حالا در موردش حرف خواهم زد؟ خب اساسا اگه از من بپرسید نوآوری یعنی چی، نه از من، از بسیاری از کسایی که پیش کسوت هستن، من که در واقع تازه کارم یه دانشجو هستم تو حوزه نوآوری، یعنی الگوهای موجود رو اگه بتونید بشکنید شما یه آدم نوآور هستید. الگوهای موجود یعنی چی؟ یعنی اون طرز فکرهایی که تا حالا ما باش عادت کردیم که اینجوری فکر کنیم. عینک اینجوریه. خب عینک اگه ده ضلعی باشه چی میشه؟ عینک اگه یک سره باشه چی میشه؟ چرا عینک مثلا حتما باید بره رو گوش قرار بگیره؟ چرا مثلا فقط بدون دسته نباشه؟ یا هر شکل دیگه، اصلا چرا با شیشه ای باشه مثلا، یا مثلا تلق باشه، چرا یه جنس دیگه نباشه؟ زیر سوال بردن نظم موجود گام اول نوآوری است. چرا لپتاپ باید مثلا حتما مستطیل شکل باشه؟ اسکرینش یه شکل دیگه باشه چی میشه؟ مثلا دایره ای باشه چی میشه؟ نمیخوام بگم تمام این ایده‌هایی که دارم میگم خوبه، نه، نوآوری است. اما اینکه آیا این نوآوری خوبه یا بده باید در موردش حرف زد. اساسا ما نوآوری خوب یا بد نداریم. ما میگیم آقا نوآوری که بتونه به کسب و کار تبدیل بشه، تجاری بشه، خوبه. یعنی آدم‌ها تونستن بابتش پول بدن، حاضر بشن بابتش پول بدن، میگه خب احتمالاً این نوآوری جذابه. البته در حد کارها و اقدامات قانونی دارم عرض میکنم. ممکنه آدم بابت خیلی چیزا پول بدن که نه اخلاقی باشه، نه انسانی باشه، نه قانونی باشه. اون بحث ما نیست. تو چارچوب در واقع یه بیزنس قانونی و مجاز دارم عرض میکنم. بنابراین شکستن الگوهای موجود گام اول نوآوری خواهد بود. خب به حالا میخوام در مورد آنچه که تو آغاز دوره با شما صحبت کردم در مورد انواع نوآوری میخوام صحبت. نوآوری ها یا انقلابی هن، رادیکال هن، یا تدریجی هن. نوآوری انقلابی یعنی چی؟ از اساس و بنیان یه چیز کاملا جدیدی به وجود میاد، مثل موبایل تو اول دفعه که خلق شد، مثل خودرو، عکاسی دیجیتال، بانکداری الکترونیک و غیره، حتی بلوتوث وقتی برای اولین بار به وجود اومد، آیتیونز که به نظر من یکی از شاهکارهای نوآوری است. یعنی یه چیز عجیب غریبه، اصلا تونست یه جهت عجیبه بده به بازار موسیقی. و در ادامه نوآوری تدریجی یعنی یه چیزی وجود داره ما بهترش میکنیم
مصرف باتری موبایل رو کم میکنیم، یعنی طول عمر باتری رو افزایش میدیم. وجود داره موبایلی که باتری داره، من بهترش میکنم، مصرف سوخت خودرو رو کم میکنم، پای مصنوعی وجود داره، ولی میخوام یه چیز بسازم این بنده خدا بتونه توی المپیک با آدم های سالم هم در واقع رقابت کنه، سرعت لپتاپم رو بتونم افزایش بدم، خودرو رو گفتم در مورد صحبت کردم، بتونم کاری کنم که خودرویی که وجود داره اگه تصادف میکنه کمترین آسیب رو به مثلا عابر پیاده یا فردی که داره از خیابون رد میشه برسونه. بعد چیزایی مشابه این نوآوری اینکریمنتال یا تدریجی در واقع نامیده میشه. خب میخوام این سوالو بپرسم، این نمونه از یک نوآوری تدریجی است. ما نیاز به روشنایی داشتیم، آروم آروم سلسله مراتبی از اختراعات مختلف رو بشر انجام داد تا بتونه نیاز ما رو برطرف کنه. همه اینا نیاز ما رو برطرف میکردن، نیاز ما به روشنایی رو برطرف میکردن، اما بعضیاشون ممکن بود میزان روشنایشون کم باشه، یه ذره بهترش کردیم. خب میزان مصرفش خیلی بالا بود، یه ذره بهترش کردیم. ممکن بود یه ذره خطرناک باشه، یه ذره بهترش کردیم. به همین ترتیب میره جلوتر. معمولا نوآوری‌های انقلابی یا رادیکال از جانب حاضرین در اون صنعت صورت نمی‌پذیره، معمولا نه 100%. مثلا مثالی که اینجا براتون نوشتم، اپل با آیتیونز خودش انقلابی به وجود آورد در صنعت موسیقی، در حالی که این انقلاب رو به نظر می‌رسید انقلاب در واقع نوآوری انقلابی و رادیکال هم بود، چون اساس فکر این بود که آقا اگه این فایل های MP3 بیاد توی صفحات اینترنت قرار بگیره دانلود غیر مجاز و این اتفاقات میفته، ولی اپل نشون داد که نه، میشه در واقع آدم ها رو قانع کرد که پول بدن بابت این قضیه. کسی که این نوآوری انجام داد تو صنعت حالا بگیم موبایل یا صنعت آیتی بود، در حالی که صنعتی که توش این نوآوری رخ داد صنعت موسیقی بود. این اتفاق توی صنعت در واقع فیلم و سرگرمی هم اتفاق افتاد، نتفلیکس و اینا هم تو اجاره فیلم و اینا فعال بودن. توی صنعت لوله‌های فلزی که توی ایران بود، یادتونه دیگه، الان شما تو خونتون چقدر لوله فلزی استفاده میکنید؟ عمدتا لوله‌های پلیمری به خصوص پپه هستن یا حتی پلی اتیلن هستن. یعنی از صنعت فولاد لوله‌هایی که ساخته میشد، یک گروهی از صنعت پلیمر اومدن لوله ساختن، جای اینا رو گرفتن. بسیار از شرکت‌ها که فقط فولاد لوله‌های فولادی می‌ساختن برای منازل، یا کارشون رو کلاً عوض کردن، یا اینکه به مرخصی دائمی رفتن. بنابراین می‌بینیم که نوآوری‌های انقلابی و یا رادیکال چون توسط بازیگران خارج از صنعت اتفاق می‌افتاد بسیار خطرناک. اسنپ از صنعت آی تی اومد، صنعت حمل و نقل در اون شهری و تاکسی رانی در اون شهری رو در واقع تهدید کرد. آپ از صنعت آی تی اومد، در واقع تهدید کرد صنعت بانکداری رو. بسیاری از نقل و انتقالات مالی من و شما اینطوری داره انجام میشه. و بسیاری مثال‌های دیگه تو ایران، علی بابا، اسنپ فود و نمونه های متعدد دیگه ای که وجود دارن. بیپتونز هم اینجا مثال زدم، بیپتونز یه چیزی شبیه آیتیونز، خیلی اختلاف داره باش، ولی اونم تقریبا این کار رو کرده که آدما برن به روش های مجاز خرید چه موسیقی انجام بدن، فایل های موسیقی انجام بدن. تخریب خلاق گفتم براتون، صنعت راه آهن به جای عرابه کالس، که تلفن اینترنتی به جای تلفن کابلی، تلویزیون به جای سینما، کافینت. تو کشورهای بسته معمولا از نوآوری استقبال نمیشه. کشور بسته سیاسی دارم عرض میکنم. من یک کتابی میخوندم توی در زمان زمینه زمان قاجار بود، که ناصرالدین شاه بسیار به قطار علاقه من بود، میدونست خیلی چیز به درد بخوره، خیلی فایده داره، ولی توی زندگی در دوران حکومت و سلطنتش فقط موافقت کرد که یه تیکه راهن مثلا چند کیلومتری از در واقع تهران به شاه عبدالعظیم کشیده بشه.
اونم به خاطر اینکه بتونه به زیارتش برسه اینا، موافقت نکرد یه راه آهن سراسری تو ایران انجام بشه. نه اینکه ناصرالدین شاه نمیدونست این چیز خوبیه به درد بخوره میشه پول در آورد ازش، از تخریب خلاق میترسید. تخریب خلاق میتونست منجر به مشکلات سیاسی و اجتماعی و اعتصابات و تظاهرات و مشکلات اینچنینی از جانب آدم‌هایی بشه که تو صنعت سنتی بودن. یعنی اون کسی که داشت نعل اسب میساخت، اون کسی که داشت کالسکه میساخت، اون کسی که داشت عرابه میساخت، اون کسی که اسب رو تیمار میکرد، اون کسی که اسب رو آموزش میداد، اون کسی که مثلا چی میساختش، زین اسب رو میساخت. خب طبیعتاً یکی از تو کتاب دقیقاً به این موضوع اشاره کرده بود، اصلا ربطی به نوآوری نداشت اون کتابه، ولی با نگاه نوآوری به قضیه نگاه می‌کردم دلیل مخالفت ناصرالدین شاه اینه. یا تو روسیه کمونیستی یا تو چین کمونیستی، اگه علاقه‌مندی در مورد این نمونا بیشتر بخونید، یک کتابی هست تحت عنوان چرا ملت‌ها شکست می‌خورن. خب اون کتاب خب چون موضوعش نوآوری نیست من نیاوردم توی فهرست مراجعمون، ولی بسیار کتاب جالبیه که یه اشاره‌ای به تخریب خلاق و مباحث نوآوری و این داستانا میکنه، به خصوص در کشورهای آفریقایی، کشورهای بسته مثال میزنه. بسیاری از آدما میدونن نوآوری خوبه، در کشورهای آفریقایی اون کشاورزه میدونه که از خیش بهتر اگه استفاده کنه، از در واقع گاواهن بهتری اگه استفاده کنه، میتونه درآمد بیشتری داشته باشه، کشت و زرع بیشتری داشته باشه، گندم بیشتری بکاره. اما چرا این کارو نمیکنه؟ به دلیل اینکه میدونه اگه تولید بیشتر بکنه چپاولش میکنن، چیزی براش نمیمونه، میگه بس چرا این کارو بکنم، چرا زحمت بیشتر بکشم، اگه میدونستم مال منه بله این کارو میکردم. نکته جالبی حالا تو کتاب چرا ملت ها شکست میخورن به این قضیه پرداخته. دوستان تو صحبت هم گفتم و تأکیدم در این دوره در حوزه مفاهیم نوآوری اینه که نوآوری محدود به محصول نیست و عینکمون رو باید عوض بکنیم و خیلی کمکمون میکنه اگه بتونیم اینو درک کنیم که نوآوری محدود به محصول نیست. به خصوص تو اون کتاب اولی که معرفی کردم، مادیت نوآوری، کتاب سبز رنگی بود، عکس یه قورباغه روش بود، در این مورد خیلی زیاد صحبت میکنه. نوآوری در حوزه‌های مختلف میتونه اتفاق بیفته: بانکداری تلفنی، خرده فروشی آمازون در بستر وب، رادیو شارژ شونده با دست در تانزانیا، اینترنت برای کشاورزان توی کنیا، یا میتونه یک گرامین بانکی باشه در بنگلادش. داستان داره مفصل این 4 5 تایی که من اینجا براتون نوشتم. گرامین بانک بنگلادش یکی از نوآورترین بانک‌های تاریخ خواهد بود، به دلیل اینکه یه چیزی رو، یه عبارتی رو به اسم مایکرو فاند یا میشه گفت خرده وام رو تعریف کرد. وام های بسیار کوچیک در حد $2, $3, $5, $5,000, $2, $3, $5, $10 وام میداد برای کشاورزان فقیر بنگلادشی. باز هم دلیل داره که چرا این کار رو کرده بود، از کجا آقای پروفسور یونس محمد که بعدن شد مدیر عامل این بانک، از کجا فهمیده بود چنین اتفاق میفته؟ متوجه شده بود بسیار از کشاورزان یا زنان روستایی در کشور 130 میلیونی بنگلادش به یه وسعت بسیار کم، فقر مطلق تو اونجا، همشون یه صنایع دستی روستایی بلدن، میتونن تولید کنن، اما چون سرمایه اولیه ندارن، مثلا میرن $2, $3 ربا میگیرن، نزول میگیرن از یه آدمی که پول داره و مثلا یه دو تا سبد میبافن، مثلا میشه $3، از این $3 $2.5 رو باید بدم به اون بابای، چیزی که برای خودشون میمونه $0.5. یعنی اینو لنگ $5, $6, $4 بودن. این مایکروفاند رو در واقع به وجود میاره. حالا این که چه جوری ازشون ضمانت بگیره، از آدمایی که هیچی ندارن، فقر مطلقه، چه جوری ضمانت بگیره این $6 رو قراره برگردونه، چون قراره به میلیون ها نفر در واقع وام بده. اینجاست که دارم تو صحبتام دارم اشاره میکنم نوآوری محدود به محصول نیست، محدود به محصول نیست، محدود به محصول نیست. نوآوری بسیار عجیبی در واقع تو این بانک اتفاق افتاد. طبق آماری که من داشتم، یک کتابم در این مورد نوشته شده تحت عنوان بانک تهی دستان، بسیار کتاب زیباییه، یعنی با کتاب بسیار کوچیکیه، این اتفاقاتی که توی گرامین بانک اتفاق میفته رو از زبان آقای پروفسور یونس محمد که اونم یه اقتصاددان برجسته بود توضیح میده. خوندنیست این کتاب.
اینا تونستن پارادایم های موجود در صنعت بانکداری رو عوض کنن. پارادایم موجود در صنعت بانکداری چی میگه؟ میگن آدما میان وام بگیرن بتونن پول ما رو نمیدن. این نکته اول. نکته دوم، آدمایی که یک دلار دو دلار در واقع در روز درآمد دارن اصلا به وام نیاز ندارن که، اینا رو با دولت بهشون کمک کنه. نکته دوم، این یه پارادایم موجود. پارادایم یعنی الگوی ذهنی، اون طرز تفکر موجود. بعد از اون سه، اصلا گیرم که این طرف بخواد بیا وام بگیره، گیرم که کاری هم بتونه انجام بده. خب کی میاد ضامن این بابا بشه؟ این که هیچی نداره. تمام اینها رو براش راه حل پیدا کردن، میلیاردها دلار وام دادن. عدد رو دقت کن، میلیاردها دلار. چندین میلیون زن سرپرست خانوار بنگلادشی بی سواد وام گرفتن و زندگی خودشون رو متحول کردن. یه جایی از این کتاب رو که میخونید واقعا اشک شوق جاری میشه از اتفاقات این چنینی که در دنیا افتاده. و امیدوارم که این فرصت پیش بیاد که در کشور ما هم فقر وحشتناکی که داره ریشه در واقع بسیار از چیزها رو از بیخ و بن میزنه بتونه حل و فصل بشه. خب امیدوارم خیلی خسته نشده باشید. ما تا 1:30 میریم، بعد 1:30 دیگه یه استراحت 10 دقیقه روبی خواهیم داشت. حالا میخوام بهتون بگم که اگه نوآوری در محصول نیست، فقط محدود به محصول نیست، در مورد چه چیزاییه؟ ما در 4 حوزه میتونیم نوآوری کنیم. اولیش که همین محصول، یعنی همین کالاها رو عوضش کنیم، یه چیز دیگه، یه شکل دیگه، ویژگی‌هاشو تغییر بدیم. حالا کامپیوتر رومیزی بود، من یه کاری کنم کامپیوتر باشه، طرفتونو بزنم زیر بغلش، مثلا من این ور اونور برم، اسمش رو بذارم لپتاپ مثلا. تلفن خونگی بود، طرف باید حتما با یه سیم بهش وصل می‌شد، یه کاری کنم بی سیم بشه. بعد حالا میتونست تا 50 متر از خونش دور بشه، یه کاری کنم که هر جای دنیا که میره بتونه از تلفن استفاده بکنه. اینا نوآوری در حوزه محصوله. لامپ کم مصرف به جای لامپ رشته‌ای، وان درایو که یه فضای ابری برای ذخیره اطلاعات و فایل ها هستش، یا گوگل درایو، گوشی پیکسل برای گوگل، خرید بلیت در آب. من سعی کردم مثال های ایرانی هم بزنم، اسنپ فود و بسته های جدید بیمه اوبر. ببینید یکی از دوستان یادداشت نوشته، به نظرتون با شرایط اقتصاد کشور ما جایی برای نوآوری هست؟ فکر میکنه جوابم چیه؟ من دو تا کلمه میخوام به کار ببرم، یه ذره بار منفی شاید بدی داشته باشه. در کشوری که عمده آدمو فکر میکنن که نوآوری جواب نمیده، هر کی که نوآور باشه چی میگن شانسش زده. در کشوری که همه کورن، این کلمه زشتی که میخواستم بگم اینه، من عذرخواهی میکنم فقط دارم مثال میزنم، یه چشم بودن پادشاه، کسی که یه چشم داشته باشه پادشاه، چه برسه به اینکه دو تا چشم داشته باشه. تو همین کشور ما کم اتفاقات عجیب غریب تو حوزه بیزنس نیفتاد. نمونهش دیجیکال است، یه نمونه خیلی ساده است دیگه. دو تا جوون، بچه جوون، چنین در واقع شرایطی رو تونستن به وجود بیارن. بله دقیقا، فرصت ها رو باید، اون عینکه رو باید عوض کرد. من نوآوری محصول رو میخوام سریع ازش بگذرم، چون دو سه تا نوآوری دیگه خیلی خیلی مهمتره. چون بسیار از موارد محصول جدید ممکنه وجود داشته باشه اما بلد نیستیم پولش کنیم. در بسیاری از موارد حتی همین محصول موجود رو که نمیتونیم بفروشیم و با نوآوری در روش‌های فروش میشه به فروش رسون. مثلا اگه هم از مدل کسب و کارم امروز صحبت بکنم که خیلی خیلی میتونه برای کسانی که درگیر کار نوآوری، درگیر کارآفرینی هستن مفید باشه. دومین دسته نوآوری، نوآوری در فراینده. آقا من تا حالا داشتم همین صنایع دستی رو تولید میکردم، میتونم یه جوری تولید کنم که سرعتم بره بالاتر؟ همونا، من همین آب معدنی رو دارم تولید میکنم، آیا میتونم آب معدنی رو به یه روشی تولید کنم قیمت تموم شدهش بیاد پایین تر؟ یعنی فرایندم رو بخوام تغییر بدم. میتونم حمل و نقلش رو یه جوری انجام بدم که راحت تر به دست مشتریان برسه؟ برای این پرسیدم که کارآفرین ها بها داده نمیشه. نگاه کن، اتفاقا خانم
قشقایی. من اعتقاد دارم تو حوزه نوآوری اتفاقا دولت اصلا نباید ورود کنه، کاری نباید داشته باشه. یعنی هر جا که دولت ورود میکنه خرابکاری میکنه، استارتاپ هایی که شکل گرفتن دارن کار میکنن. اصلا من میگم نیاز به حمایت دولت نداره، فقط پاشون رو نگیره با قانون های من درآوردی، با قانون های ناقص الخلقه و در واقع خلق و سایه این کار رو نکنه. به خود اصلا این کلمه بها داده اصلا نمیخواد بها بده. مگه به دیجیکالا کسی بها داد؟ نه، خودش فضاشو پیدا کرد. مگه به اسنپ کسی بها داد؟ نه، آروم آروم جای خودشو پیدا میکنه تو یک فضای رقابتی. خب بریم نمونه‌ای از این مثال‌ها رو داشته باشیم. مثل تولید انبوه تویوتا، یه انقلابی در صنعت به وجود آورد که مفصل خود داستانش. مثل آب، نحوه دسترسی شما به حساب‌های بانکیتون، انتقال در واقع حساب‌های بانکیتون رو محدود نکرد فقط به اون اپلیکیشن بانک. شما که 10 تا حساب بانکی داشته باشید، فقط با یه آب کارتون راه می‌افته. اسنپ که اساساً باز داره مسافر جابجا میکنه، همون محصول فراینده عوض شده. خدمات خود پردازی که خب تو ایران هم داشتیم، آبربانکی تو ایران هست که تو دوره خودش نوآوری، خرده فروشی های بنتون و زارا یا ایر بی ان بی که هیچ هتلی نداره ولی پرفروش ترین خدمات اقامتی دنیا رو داره ارائه میده. شما میتونید وارد وبسایتش بشید، از خونه یه پیرزن روستایی در فلان جای دورافتاده دنیا اگه اونجا آگاهی کرده باشه شما میتونید اونجا رزرو کنید. تو ایران هم معادل نمونهشو من پیدا کرده بودم، اسمش الان تو حضور ذهن ندارم، همون فکرم اقامتی همچی اسمی داره. حالا تو ساعت استراحت میکردم پیدا میکنم، چون خودم بخواستم این سفر جنوب برم سمت جزیره هرمز و قشم دست جمعی بخواستم بریم، دنبال اینجور جاها بودم. یه وقتایی هم هست نوآوری در موقعیت یا در سیچویشنه. یعنی چی؟ کالا همون کالاست، روش عرضه، روش تولید هم همونه، اما ما میایم برای قشر جدیدی اونو در نظر میگیریم. آره فکر میکنم آقای خانوم صالحی فرد فکر کنم اقامت باشه، هتلیار، آفرین هتلیار بود، همیشه چیزیه. حالا مطمئن میشم تو ساعت درک بهتون میگم. نگاه کنید، مثلا یه خطوط هوایی ارزون قیمت داریم تو آمریکا به اسم ساوت وست، که میشه جنوب غربی دیگه، حالا اسمشه دیگه. این شرکت داره با قیمت های 10 دلار، 5 دلار، 15 دلار مسافر جابجا میکنه با هواپیما، که بعدن هم ازش الگو گرفته شد. رایان ایر تو ایرلند به وجود اومد، فکر کنم دلتا اگه اشتباه نکنم اسمشون، یکی رو مطمئن نیستم، توی اروپا به وجود اومد. خواهر خود من از لندن تا استکهلم با یک پوند، به پوند امروز هم بگیریم میشه 35,000 تومان مسافرت کردش. خب یعنی چی؟ حالا که چی کار میکنن، این اتفاق میفته سر جای خودش، ولی میخوام بگم که تا حالا اون ذهنیت این بود که کسانی میتونن از خدمات هواپیمایی و در واقع حمل و نقل هوایی استفاده کنن که خب دستشون به جیبشون برسه، بتونن یه 2000 هزینه کنن، یه چه میدونم 500 دلاری، 200 دلاری، 100 دلاری از جیبشون در بیارن بتونن مسافرت کنن. ولی این اساس رو به هم زد. یا آدیداس، آدیداس کار خیلی جالبی کرد. آدیداس اومد طراحی خودش رو جمع سپاری کرد، کراود سورسینگ کرد. یعنی چی؟ تو وبسایتش مسابقه گذاشت آقا هر کی میخواد بیاد کفش طراحی کنه بسم الله این گوی و این میدان. بعد اونجا عکساشون هم میذاشتن، هر کی که طراحی میکرد هر چی که لایک بیشتری میگرفت، پسند بیشتری میشد، اون رو به تولید انبوه میرسوند و یه درصدش رو هم در واقع به اون طراح میداد. عملا دیگه طراحی نیاز نداشت انجام بده، به جای اینکه تمام طراحهای جهان رو تو شرکت خودش جمع کنه، همه طراحهای جهان رو به خدمت گرفت بدون اینکه بهشون حقوق بده. و مبناش هم خیلی دموکراتیک بودش، هر چی رأی بیشتر آورد من تولیدش میکنم. یا لگو، اسباب بازی های لگو هستش، بسیاری از کارهای درون شرکت رو من به جای اینکه اسباب بازی کامل بسازم و اینا رو هم مونتاژ کنم، اسباب بازی تیکه تیکه میسازم که ساختنش خیلی راحته، ارزونتره، هزینش خیلی کمتره. خب خودت سر هم کن، خود مشتری، یعنی مشتری رو در فرایند ساخت درگیر کن. خیلی مثال توی حوزه، یا خانوما بهتر میدونن،
اورال که در واقع حوزه بهداشتی آرایشی فعاله، یکی از کارهایی که انجام داد اینه که لوازم آرایشی و بهداشتی برای آقایان داره میسازه. چیزی که ذهنیت ما اینه که نه چنین چیزی نمیتونه باشه. البته این شکل پارادایم هم میتونه پیدا کنه، یعنی توی دسته پارادایم ها میتونه طبقه بندی بشه. پارادایم ها هم الگوهای ذهنی هستن. من میتونم در پارادایم نوآوری بکنم. یعنی چی؟ گوگل اساسا خدمات سرچش رایگانه. خب مگه میشه؟ خب منبع درآمد من باید از کجا باشه؟ میدونید که گوگل در هر روز فکر کنم بین 10 میلیارد تا 12 میلیارد سرچ تو این در واقع وبسایت انجام میشه. خب چرا پولی نمیگیره؟ منبع درآمدش کجاست؟ اینو رایگان کرده، ازش یه چیزی به دست میاره، یه جای دیگه باش پول در میاره. یعنی اساسا خدمت رایگان یه پارادایم نوینه، یه پارادایم جدیده. من کارم رایگان برات انجام میدم. جیمیل میخوای؟ من رایگان بهت در واقع فضای 15 گیگابایتی میدم. یه تحول بوده جیمیل. من اولین بار که جیمیل باز کردم 1384 بودش، یعنی 16 سال پیش. 5 گیگابایت فضا میداد به کاربرای رایگان خودش، کاربرای عمومی خودش. اون موقع یاهو 10 یا 20 مگابایت فضا میداد. بازی های رایانه‌ای محلی برای کسب درآمد. این ایده خودم بودش که دنبال این بودم که یه سری بازی های کامپیوتری طراحی کنم که آدما میان بازی میکنن بتونن پولم در بیارن ازش، یعنی خود اون بازیکن بتونه ازش پول در بیاره. همیشه ما فکرمون اینه که خب بازی رایانه‌ای یا بازی کامپیوتری مثلا وقت هدر دادن فلانه. خب اگه تبدیل به کاسبی بشه برای من چی؟ بنابراین ما در 4 حوزه میتونیم نوآوری کنیم. در مورد پارادایم و در واقع موقعیت و اینا کلی حرف دارم که با شما بزنم، مثال‌های متعدد از جنرال الکتریک که موتور هواپیما طراحی می‌کرد تا در واقع زیراکس که دستگاه‌های کپی در واقع جدید خودش رو طراحی کرده بود، کپی خشک بود، قبل از اون کپی خشک نبود. اینا اول نوآوری‌های شکست خورده بودن ولی بدون اینکه محصول تغییر کنه. تا اینجا نوآوری در محصول بود، یه دستگاه کپی خشک، نوآوری در محصول، یه موتور هواپیمای عالی با افیشینسی و کارایی بالا، نوآوری در محصول، ولی به فروش نرفت، نمیتونستن بفروشن. با تغییر در الگوهای ذهنی، تغییر در پارادایم تونستن در واقع یک انقلاب بپا کنن. و یه مثال دیگه هم که توی اسلاید ها از خواهیم دید در حوزه نسپرسو هستش. نسپرسو که در واقع محصول شرکت در واقع نسله هستش، در موردش صحبت خواهیم کرد با شما. خب بریم ببینیم چه خبر دیگه. نوآوری یک در واقع یه زایعه، هم زایعه یا در واقع تهدید هم داره، و اونی که اگه بگیره همه میان تقلید میکنن. یادتون باشه مرحله بلوغ رو که مرحله رشد رو کرد میکنه، وارد مرحله بلوغ میشدیم، گفتیم اینجا دیگه سرکله رقبا پیدا شده، همه میام میگه ای عجب چیزیه، چه درآمد خوبی داره، من چرا این کارو نکنم؟ حالا خوب یا بد و کاری ندارم. این باعث میشه که یواش 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 حاشیه سود کاهش پیدا میکنه و دیگه مثل قدیم چرب و نرم نیست. یواش یواش یه چیزی شکل میگیره به اسم استاندارد صنعت. استاندارد خیلی خوبه برای مشتری ها ولی برای صنعت خوب نیست، چون نمیتونه در واقع اون نوآوری خودش رو خیلی به کار بگیره. یه استاندارد ایجاد میشه، همه اونجوری تولید میکنن، برای من دیگه فرصت رقابتی یا مزیت رقابتی شکل نمیگیره. بنابراین یک موضوعی که نوآوری رو با تهدید مواجه میکنه این که رقبا بیان کپی پیست همونو بزنن. تو اینجور موارد دیگه ثبت مالکیت فکری یا ثبت پتنت، ثبت اختراع و چیزهای از این دست هم از نظر حقوقی قانونی به وجود اومده که بتونه از نوآوران حمایت بکنه. در آمریکا که یکی از خلاق‌ترین کشورهای 200 سال اخیر در دنیا بوده، یکی از دلایلی که این کشور تونست رشد کنه از نظر صنعتی که غیر قابل انکار هستش اینه که قوانین دقیق و روشنی در حوزه حق مالکیت فردی و به خصوص مالکیت فکری روی اختراعات دارایی ها قرار داد. یکی از دلایل رشد در واقع ثروت آقای ادیسون هم همین بود که بسیاری از اختراعات خودش رو ثبت کرده بود در
محلی که در واقع سازمان ثبت اختراعات آمریکا هستش. رادیوهای در واقع حبابی، رادیوهای قدیمی تبدیل شدن به رادیوهای ترانزیستوری، لامپ‌های رشته‌ای تبدیل شدن به لامپ‌های در واقع کم مصرف. می‌بینیم آروم آروم در واقع محصولات دارن رشد می‌کنن، ولی یادم باشه بیشتر نوآوری‌ها در حوزه محصول در حوزه نوآوری‌های انقلابی نیست، بلکه در حوزه نوآوری‌های تدریجی است. مثلا مثال‌هایی که خدمت شما گفتم. خب من یه قلپ آب بنوشم، شما هم یه نفس تازه کنید. خسته شدی؟ دیگه دوره به صورت آنلاین و طبیعتاً چالش‌های خودش رو هم داره دیگه. حالا من سعی می‌کنم خیلی خسته کننده نباشه، حالا با این شوخی چیزی در واقع از اون فضای خیلی رسمی درش بیارم و دیگه شرمنده اخلاق ورزشی شما عزیزان هستیم دیگه. دو تا مدال طلای دیشب هم من تبریک میگم به شما دوستان. یه چیز خیلی جالب دیده بودم، اینم چون به نوآوری ربط داره در واقع میگم خدمتتون، بذارم از اینستاگرامم بگم بهتون، خیلی جالب بود. تصویر رو بعید میبینم شما اینجا بتونید ببینید، ولی روی دیواره یه خونه شاید هم دیده باشید، تو اینستاگرام هم گذاشتم. نوشته بود، من اولین بار که خوندم امروز تو واقعا خیلی اصلا جذاب بود برام. نوشته تو به اندازه کشتی گرفتن‌های حسن یزدانی زیبایی. نوآوری تهش، یعنی ببین چقدر خلاق، چقدر نوآوری فرد. رو دیوار مثلا با از این حالا ماژیک های بزرگ یا از این اسپری ها نوشته تو به اندازه کشتی گرفتن های حسن یزدانی زیبایی. خب انشالله که هممون این نوآوری داشته باشیم. و نکته جالب این که همین مثالی که زدم براتون، ما ایرانی ها توی نوآوری های نرم یا بگم فناوری های نرم سافت تکنولوژی خیلی 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 دست بالا داریم. ما ایرانی ها چون یک جامعه شرقی هستیم، آدم احساساتی هستیم، خیلی تو این زمین ها میتونیم موفق باشیم. واسه همین حافظ داریم، سعدی داریم، مولانا داریم، خیام داریم، اصغر فرهادی داریم، نمیدونم فرشیان داریم، شاعران بزرگ و برجسته داریم، اینا خیلی کیارستمی داریم. حالا نام بردن درست نیست چون ممکنه چیزایی از دست من در بره. از این یادداشت آقای فلاح رو بخونم ببینم داستان چیه. از جمله سازمان آموزشی و حتی اداری ستمهای حاکم بر نگاه کنید، من نمیتونم بخونم فارسی چون نوشتید یه خورده به هم ریخته، احتمالاً دوستان دیگه هم همین مشکل رو داشته باشن دیگه. حالا اگه تونستید فنگلیش بده، ولی خب چاره نیست، ادابی کنکت این مشکل رو داره. ولی بعضی از دوستان می نویسن درست در میاد، نمیدونم چرا، بعضی از دوستان نه. خب بریم. آقا تو آدم نوآوری هستی، دمت گرم، ولی بذار رو راست باشیم باهات. کسی برای نوآوری پول نمیده. همین الان من که جور شما نشستم 6-7 تا ایده نوآورانه خیلی خوب دارم، ولی یک قرون هم نمیارز. یک نوآوری زمانی میارزه که تجاری سازی شده باشه، کامرشیالیزیشن براش اتفاق افتاده باشه. ساده شما خیلی قطع و... چی؟ آه صدای شما، من فکر میگم ساده ای شما، ببخش صدای شما خیلی قطع و بس میشه، میتونین ویدئوی شما از ضبط شده باشه بعد جلسه دید، اونم میشه، ولی خب نرید دیگه، ولی اینجور تنها نذارید، من سخت میگذره بهم دیگه، برای در دیوار باید صحبت کنم، ولی بمونید دیگه. حالا این که قطع و وصل میشه به خاطر اینترنت های ماست، یا حالا اینترنت منه، یا اینترنت شماست، یا اینترنت همه، به هر حال یه جورایی مشکل داره. خب بنابراین تا کامرشالیزیشن یا تجاری سازی اتفاق نیفتاده باشه، ایده هیچ ارزشی نداره. و نکته اینه که هیچ کس هم مخترعان اولیه رو نمیشناسه. چند تا مثال هم اینجا اومده، جارو برقی، یا آقای به اسم جی موری اسپنگلر در واقع اون اختراع کرد، ولی کسی که فروختتش، پول در آورد ازش، یا آقای به اسم هوور بود که احتمالاً هوور رو میشناسید شما.
آره باید به لاتین پیام بدید بی زحمت. آه شیفت و ایکس، خانم آشور نکته خوبی گفتن، از شیفت و ایکس برای تایپ یه اگه استفاده بشه درست میشه. یه رو اگه میخواید تایپ کنید از شیفت و ایکس استفاده کنید. ماشین خیاطی رو یه بند خدای به اسم الیاس هو به وجود آورد، یه آقای آیزاک سینگر که میشناسیدش، خانم‌ها شاید بهتر بشناسنش، اختراعش رو در واقع سرقت کرد، رفت به تولید انبور رسوند. بعدن آقای خورافی شکایتی هم ازش کرد، یه پولی هم ازش گرفت، ولی دیگه به اسم سینگر ثبت شد. یعنی کسی اون مخترعین رو نمیشناسه. تلگراف آقای مورس در واقع اختراع کرد، با ترکیب کردن مهارت‌های بازاریابی خودش تونست بفروشه. و نکته این که یکی از دلایل رشد آمریکا همین ارتباطاتی بود که تونست به وجود بیاد از طریق تلگراف. نه استاد عزیز، با شما هستم تا آخر. آه بله، خیلی ممنونم، خیلی لطف داریم، متشکرم. تصویرتون رو میشه قطع کنید؟ چرا نمیشه؟ یه لحظه بذاری من تصویر رو هم قطع کنم. راست میگید، یه خورده اون چیه داده رو بیاریم پایین، شاید وضعیت بهتر بشه. تبادل داده ای ما کمتر میشه و قاعدتا خب الان باید بهتر شده باشه. یه لحظه من تصویر چی رو قطع کردم، الان میبینید دیگه تصویر رو، درسته؟ خب اما نکته اینه، بسیاری از مدیران از نوآوری استقبال نمی کنن. توی ظاهر بیان میکنن و ما خیلی به نوآوری علاقه مندیم، تو جلسات فلان خیلی تاکید میکنن که آقا نوآوری چه میدونم ناموسی قضیه برای ما، ما نوآوری رو چقدر دوست داریم و چقدر علاقه مندیم ال بل فلان، ولی در عمل از نوآوری حمایت نمی کنن. نگاه کنید، اساسا نوآوری هر چقدر هم که شما فرمولش کنید، چارچوب بدید، گام اول، این گام دوم، این گام سوم، این گام چهارم، این اساسا یه خورده فرایند خلاقیت محوره. یعنی فرموله کردنش سخته، به عبارتی یه ذره شلخته تر اگه بخوایم بگیم میشه فرایند بی‌نظمیه، گرچه داره چارچوب براش تعیین میشه، خیلی ها مطالعه کردن روی نوآوری و این داستان. طبق قرارنامه پیش نمیره. بین مدیران و نوآوری همواره نوعی کشمکش و درگیری وجود داره. نوآورها نیاز به یه فضای خیلی آرام دارن، بدون چالش و چالش بتونن کارشون رو انجام بدن، ولی محیط سازمان محیط پول درآوردنه، باید زودتر به تولید برسه، من بتونم اینو بفروشم و اون وقت نوآوری خوبه. واسه همین مدیران استقبال میکنن، مدیران به دنبال نظم هستن، یه نظمی که ریسک هاشون رو بیاره پایین، و نوآوری فرایند پر ریسکی هستش. در اغلب اوقات همونطور که گفتم شکست میخوره به دلیل قاعده مند نبودن. معمولا خلاقیت وجود داره، گفتیم که بی نظمه، ولی باید یه سری قواعدی براش جستجو کرد، چارچوب هایی رو براش به وجود آورد. تضمینی شکست خواهید خورد اگر تمرکز شما در نوآوری فقط روی محصولات باشه. همیشه یه چالش قدیمی بین واحدهای آرندی، واحدهای نوآوری و تولید وجود داشت. تولید دنبال این بود که هر چه زودتر به تولید برسه، ولی نوآوری میگفت آقا هنوز تموم نشده، هنوز اون نمونه من باید تست بشه، باید ببینیم جواب میده نمیده. یا کنید نوآوری ترکیبی از فن و تجارت، ترکیبی از مهندسی و بازاریابی است. شما اگه بهترین چیز دنیا رو هم از نظر فنی بسازید ولی نتونید بفروشید، کوچکترین ارزشی نداره. آقای فعلا الان نوشته شو اومده بذاریم ببینم. ستمهای اداری و حتی آموزشی از جمله سازمان فنی متاسفانه فضای حاکم بر با
بازم به هم ریخته است، ضد خلاقیت. درک میکنم انگیزه از بین میره چون باز به هم ریخته، باز خوب نمیتونم بخونم. نگاه کنید اساسا بسیاری از چیزهایی که در کشور ما وجود داره ضد خلاقیت و نوآوری. بزرگترین چیزی که در مملکت ما وجود داره و ضد نوآوری و خلاقیت مدارس ما هست. بعد از اون کنکور ماست. کنکور خودش اساسا یک نهاد ضد نوآوری است. چرا؟ من بهتون میگم شما این کتاب رو بخون، نه یک خط کمتر نه یک خط بیشتر، بیا اینو امتحان بده، عین اون چیزی هم که من بهت گفتم رو باید جواب بدی. حق نداره 2 میلیمتر بالا پایینش بکنی. تو مدرسه هم همینطوره، امتحانایی که ما میدیم عمدتا همینطوره. واسه همین من سالهاست در دورهای آموزشی خودم امتحانو حذف کردم. من سالهاست که امتحان نمیگیرم، مگه اینکه دیگه مجبور بشم. ها یه جایی بهم میگن آقا دیگه نمیشه که، باید بالاخره یه نمره‌ای باشه، یک چیزی باشه. اون ذهن عادت کرده، بله متوجه شدم آقای فلا، ذهن عادت کرده به پندارها، به پارادایم‌های قدیمی، میخواد تو دنیای مدرن قرن 21 بیاد مبارزه کنه. هنوز ما مثل زنده یاد دکتر محمد مصدق داریم در مورد نفت فکر میکنیم. اون دوره درست بود، نفت کالای استراتژیک بود، نفت باش میشد امتیاز گرفت، ولی هنوز دولت مردمی ما فکر میکنم با نفت میشه امتیاز گرفت. این ذهن نوآور میخواد دیگه، این ذهن نوآوری که بتونه بفهمه این چالش ها رو، بفهمه دنیا امروز. خب برم در مورد عکس صحبت کنم. این عکس نسپرسو هستش. نسپرسو داستانش اگه شما دیده شنیده باشید یا خونده باشید، کلا میدونید که ایتالیایی ها خیلی اهل قهوه هستن، قهوه رو دوست دارن، منتها نه این قهوه‌ای که 3 سوته یا آب جوشی هستش توش یه در واقع پودری بریزی و 3 ثانیه آماده بشه. اونا در واقع فوش میدونن اینو، اصلا اسمش قهوه نیستش با این طعم و این مزه و این، اصلا قهوه نیست، هر چی باشه اسمش قهوه نیست. ایتالیایی‌ها اعتقاد دارن که قهوه باید 10 دقیقه 20 دقیقه رو بمونه، دم بکشه قشنگ، عطرش بپیچه همه جا، بعد با یه دمای ملایم آروم بالا بشینید، آروم شروع به نوشیدنش بکنید. واسه همین هم بسیار از شرکت ایتالیایی یک در واقع کافی بریکی دارن، اصلا بعد از ظهرشون که 1-2 ساعت شاید بیشتر 2 ساعت و نیم طرف میره توی کافه های اطراف شرکتش میشینه، یه ریلکسی میکنه، یه قهوه میخوره، یه لب جویی و با خود گفتگویی هم میکنه و یه انرژی میگیره میاد. تو این دنیا فروختن دستگاه قهوه ساز به این ملت یا کسانی که مثل اونا نسبت به قهوه فکر میکنن سخت دشواره. نسله اومد یک دستگاهی ساخت، بابا بفرما من یه دستگاهی میسازم همون کیفیت، همون ویژگی ها، همون مشخصات، عطر، بو، طعم، همه چی عالی، ولی تو چند دقیقه برات میسازه. یه کپسول هایی هم در واقع طراحی کردن، کپسول ها در واقع اساره در واقع اون قهوه و این داستانا بودن که حتما هم میل کردید دیگه، توی بسیاری از فرودگاه و اینا هست. نتیجه اومدن وارد بازار کردن، شکست خورد، هیچ استقبالی نشد ازش. چرا؟ چون اومدن به عنوان یک کالای عمومی و عام برای همه نوع مردم، همه مردم اینو معرفی کرد، دیدن تر شکست خورد و رفت توی بایگانی قرار گرفت و موفق نشد. تا اینکه یک مدیر، حالا نمیدونم بازاریابی، یه مدیر جدیدی برای این شرکت میاد، این طرف رو میبینه، میگه آقا تمامی برنامه‌ای که داشتی بذاریم کنار، ما از این به بعد نسپرسو رو که ترکیبی از نسله و اسپرسو هستش رو، نسپرسو رو کی گفته برای همه مردم؟ برای قشر خاصی از مردم باید تعریف کنیم. آدم‌هایی که سلبریتی هستن، آدمایی که نسپرسو تو خونه خودشون داشته باشن، نشونه تشخص، تمایز، متفاوت بودن و یک شأن اجتماعی جدید، یک جایگاه اجتماعی جدید باید باشه. اصلا ضرورت نداره هر کس تو خونه خودش نسپرسو داشته باشه. این ایده پشتبندش یواش یواش شروع کردن به قرار دادن دستگاه نسپرسو تو هتل‌های بزرگ دنیا، تو شرکت های بزرگ دنیا. یعنی این خاصه برای یک گوشه ای از مشتریانه، هر کسی ضرورتی نداره اسپرسو داشته باشه. آروم آروم اومدن رو کار کردن،
با سلبریتی ها قرارداد بستن، به خصوص جورج کلونی که همه شما میشناسید، با عنوان سفیر برند نسپرسو. یواش یواش فروش این محصول اساسا تکون خورد. سوال من از شما اینه، آیا محصول تغییر کرد؟ ابدا، محصول همون محصول، همون ویژگی ها، همون طعم، همون عطر، همون بو، و شاید حتی این بار گرونتر هم دارم بفروشم، ولی تونست یه انقلابی توی فروش محصولات در واقع نسله به وجود بیاره که تحت عنوان اسپرسو. گرچه حالا تو این سالها دیگه یواش یواش از اون محصول لاکچری بیرون اومده، تبدیل شده به یه محصولی که تقریبا همه ما میتونیم بخریم، ولی اینکه چجوری تو بازار جا گرفت خیلی اهمیت داره. من کارآفرین وقتی محصولی رو از نظر فنی عالی تولید میکنم، باید حواسم باشه که فقط به ویژگی های فنی و مهندسیش توجه نکنم، به فروشش هم باید فکر کنم. یه داستان دیگه هم براتون تعریف کنم از کوداک. کوداک در سال 2012 در واقع ورشکست شد. من ایام دبیرستان خودم رو، دوستانی که سنشون یه خورده به من نزدیک باشه احتمالا طرح کادر رو باید به خاطر بیارن، ما یه روز در هفته رو میرفتیم توی یکی از مشاغل در واقع یه چیزایی یاد بگیریم. طرح از نظر تعریف طرح خوبی بود، ولی از نظر اجرا بسیار بسیار بد اجرا شد. حالا بماند در مورد این نمیخوام صحبت کنم، اینم خودش این نوآوری بود، در نوع خودش این نوآوری خوبی بود، ولی خب بد اجرا شد، چون اساسا قانع کردن کسب و کارها، مغازدارها که ما من دبیرستانی رو بپذیرن کار دشواری بود، با بدبختی و با باید پیدا کردن دو تا در واقع آشنا و فلان و اینا این کار رو انجام دادیم. خلاصه من توی در واقع دو سال یه عکاسی میرفتم، در واقع کار ترکادمو میگذروندم، خیلی هم جذاب بود برای من. یکی از چیزایی که اون ایام بود و کوداک رو که میبینم یادم میفته، فیلم های نگاتیف های کوداک بود که تو اون ایام در واقع میزدیم و میزدیم توی در واقع دوربین های مردم ازش استفاده میکردم. تا برند های مختلف بود، کونیکا بود، میتسوبیشی بود، فوجی فیلم بود، کوداک همی کسی بود، ولی خب دیگه کوداک 2012 ورشکست شد در اوج زمانی که موفق بود. چه چیزی شکستش داد؟ عکاسی دیجیتال. چرا؟ آیا کوداک پیش بینی نمی کرد که عکاسی دیجیتال، چون 2012 خیلی قدیم نیست، دوربین های دیجیتال به وجود اومده بودن، موبایل ها دوربین داشتند، بنابراین پیش بینی کردن این که ترند یا روند در واقع موجود در دنیا بره به سمت عکاسی دیجیتال چیز عجیبی نبود. جالبه بدونید که کوداک زمینه یا پس زمینه بسیار قوی در صنایع شیمیایی داشت، واسه همین محصولات بسیار عالی رو دوز نگاتیو و اینو تولید میکرد. چرا بس شکست خورد؟ آیا اصلا نمیدونست؟ نخیر، این شرکت جز اولین شرکت هایی بود که پتنت ثبت کرده بود در حوزه فناوری دیجیتال، عکاسی دیجیتال. ولی چرا شکست خورد؟ دلیلش پوله. حوزه های جدید کوچیکن، جذاب نیستن، سوداوری فوق العاده ای ندارن. یه شرکت کوداکی که داره میلیون ها دلار، میلیون حتی میلیارد ها دلار داره پول در میاره تو حوزه فروش عکس و فیلم های سینمایی، اصلا بهش توجیه نداره بره دنبال یه حوزه کوچیکی مثل فناوری دیجیتال که قراره تو آینده اونم باید و شایده اتفاق بیفته نیفته. بنابراین یواش 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 تا به خودش بیاد دیگه کسان دیگه مثل اپل و مثل نوکیای اون زمان و مثل سامسونگ و در واقع شرکت های دیگه جاشو گرفتن، شرکت هایی که اساساً کارشون عکس برداری، فعالیت تو صنعت تصویر برداری نبود. این هم حاضر تو ذهنمون داشته باشیم، یک انقلاب یا یک نوآوری انقلابی رخ داد. خب نوآوری با اختراع متفاوته، ضرورتا اختراع نیست، همونطور که گفتیم باید بتونه هزینه خودش رو پوشش بده، نگاه در واقع تجاری و بازرگانی باید داشته باشه. آقای احمدی پور پرسیدن Are you doctor؟ با من هستید آقای احمدی پور؟ اگه با من هستید، من دکتر نیستم، نه. و آقای اسلامی هم گفتن صدا قطع و اسمش، امیدوارم حل شده باشه مشکل
قطع و وصل کردن صدا. لطفا با 0 و 1 بهم پیغام بدید که آیا صدای منو دارید، مشکل حل شده یا نه همچنان مشکل داره. 1 یعنی خوبه، 0 یعنی بده. یه 2-3 نفر دیگه هم فیدبک بدم به من. خب خوبه پس. اوکی. پس یه نگاه تجاری باید داشته باشیم. نوآوری‌های انقلابی یا واقعا جدید خیلی محدودن. خانم خزایی و خانم ولی نژاد مشکل دارن با صدای من همچنان. آقای و خانم صفدری هم همینطور. نمیدونم الان با این چی میگن، یه عده که تعدادشون هم زیاده اظهار رضایت کردن، یه عده دیگه نه، نمیدونم واقعا باید چیکار کنم این وسط. خب همونطور که تو صحبت هم گفتم، در حوزه نوآوری باید در واقع فراتر از محصول فکر کرد، به شیوه های جدید انجام کسب و کار که امروز سعی میکنم تو مدل کسب و کار در موردش حرف بزنم، سیستم های جدید محصولات و خدمات، ارتباط بین محصولات، تعامل اشکال جدید معاشرت میونه سازمان هم باید با مشتریانش در نظر گرفته بشیم، خودش اشکالی از نوآوری هستن. آقای زارپور هم گفتم بعضی وقتا قطع و وصل میشه که من واقعا از شما عذرخواهی میکنم، امیدوارم بهتر پیش بره. خب عذرخواهی میکنم، ببخشید. این که ما بتونیم پیش بینی کنیم که تو کجاها باید نوآوری کنیم، خودش کم اهمیت نیست، خودش اهمیت در واقع بسیار حیاتی داره. ضروری نیست ما در تمام ارکان سازمانمون، در تمام ارکان محصولمون، در تمام ارکان کسب و کارمون به نوآوری بپردازیم. سعی کنیم دنبال حل سخت ترین مشکلی که مشتریان باش مواجه هستند بریم. برای این کار میتونید به کتاب ارزش پیشنهادی در واقع مراجعه بکنید که از کتابای خیلی خوب آقای استوالدر هستش. پاسخاتون ناقص نباشه، سعی کنید پاسخاتون جامع باشه. در مورد اینو حرف میزنید تو ادامه اسلاید ها. و نکته که چند بار تا حالا گفتیم باشم، آقا تا زمانی که پول نتونی در بیاری از نوآوری، اسمش نوآوری نیست، شاید یه خلاقیتی به خرج دادی. تا جای امکان باید بتونیم موضوعات پیچیده رو به موضوعات ساده تبدیل کنیم. اختراع اکتشاف رو بخوایم با هم مقایسه بکنیم، اکتشاف یه حقیقت بیرونیه، یعنی یه چیزی وجود داره و ما کشفش میکنیم، ولی تو اختراع همچی چیزی نیست، ما به وجود میاریم. همطور گفتیم پیش از این که ما درک کنیم هم وجود داشت. الکتریسیته که ما همیشه میگیم مخترع برق، در واقع ادیسون یه اشتباه رایجه، مخترع برق نبوده این بزرگوار، این بزرگوار مخترع این بوده که برق یا الکتریسیته موجود رو به انرژی به در واقع روشنایی تبدیل بکنه تو لامپای الکتریکی. ولی تو اختراع، درک ما از اختراع پس از اختراع در واقع معنی پیدا میکنه. آیا میشه الگو برای نوآوری ایجاد کرد؟ آیا تو نوآوری های موفق الگو وجود داره؟ میشه مشترکاتی در واقع توشون کشف کرد؟ آیا واقعا یه مشترکاتی هست؟ مشترکاتی نیست؟ به نظر میرسه مطالعات تو حوزه نوآوری نشون میده که یه الگوهایی وجود داره. اسلاید قبلو تکرار کنم، دوباره میگم من، نگاه کنید تو حوزه اکتشاف موضوع وجود داره، یه حقیقتی وجود داره، ما کشفش میکنیم، بیش از اینکه ما درکش هم بکنیم وجود داره. ولی در حوزه اختراع مثلا فرض کنم لامپ وجود نداشتش، بعد از اینکه به وجود میاد اختراع میشه مفهوم پیدا میکنه. خب هدف ما خلق نسخه مثل جدول مندلیف که آیا میشه
یه الگویی براش ایجاد کرد که خود این تو دورهای پیشرفته نوآوری در موردش صحبت میکنیم. مطالعاتی صورت پذیرفت در مورد این مشترکات نوآوری، 2000 نمونه رو جمع آوری کردن از کسب و کارهای مختلف مثل رایانه های دل، تویوتا، ژیلت، پرینس، هرتز، گیزمو و جاهای دیگه، و یه الگو تونستن به وجود بیارن از نوآوری که من این اینجا اووردم 8-9 تا در واقع باکس هستش که تو این دوره ما بهش نمیرسیم درماش بپردازیم، ولی میتونی کتاب 10 گونه نوآوری رو از انتشارات آریان قلم که توی ابتدای اسلاید هم قرار دادم بخونید، بسیار قشنگ و زیبا توصیف کرده تو حوزه های مختلف برای نوآوری. این دو تای وسطش فقط در مورد محصول ها دقت کنید، عملکرد محصول و سیستم محصول. بدین ترتیب که این الگو میتونه اینطوری باشه که یا این چارچوب میتونه اینطوری باشه، اول یه الگویی رو تشخیص میده اون آدم نوآور، اون آدم کارآفرین، و پیچیدگی رو تشخیص میده و تلاش میکنه که اون پیچیدگی رو درک کنه و تلاش میکنه که نوآوری کنه، نوآوری ها رو به صورت گام به گام با گام های کوچیک بتونه پیش ببره و در نهایت به یک اکتشاف بزرگ رسیدن. این کسایی که در واقع تحقیق رو داشتن انجام میدادن و تونستن به این نتیجه برسن که نوآوری های بزرگ در تاریخ به طور کلی 10 تا تیپ اساسی دارن، یه اسمش گذاشتن جدول تناوبی نوآوری. نوآوری در مدل سود، نوآوری در شبکه، نوآوری در ساختار، نوآوری در فرایند، نوآوری در عملکرد محصول، نوآوری در سیستم محصول، نوآوری در خدمات، نوآوری در کانال، نوآوری در برند، نوآوری در مشارکت مشتری. حالا من اینا رو در ادامه که میخوام مدل کسب و کار رو خدمت شما بگم به شکل دیگه‌ای با ادبیات دیگه‌ای خدمت شما عزیزان توضیح خواهم داد. یه نکته رو خدمت شما عزیزان بگم، مدل سازی کسب و کار که میخواد به ما کمک کنه که درک دیگه‌ای به یه شکل دیگه‌ای از فضای کسب و کار داشته باشیم و بتونیم در اون نوآوری ایجاد بکنیم، بخشی از در واقع دوره‌های نوآوری هست، ولی نه در یک دوره 3 ساعته که بشه همه موضوعات رو گفت. همونطور که 10 گونه نوآوری هم که موضوع جذابی هستم همینطور هستش، فقط یه اشاره خیلی کوتاه میتونید داشته باشید. دوستان میگن صدا رو ندارن، بذارید من ببینم یه قطع و وصل بکنم ببینم موضوع حل و فصل میشه یا نه. لطفا دوستان دیگه هم یه بازخورد مهم بدن از صدا، صدا رو دارید یا خیر. من هندزفری مو قطع کردم، الان صدای من بهتره؟ الان لطفا یه فیدبک بهم بدید ببینم صدام بهتره. جالبه خیلی از دوستان صدا رو دارن ولی بعضی هم میگن قطع و وصل میشه. حالا پیش برم ببینم چه جوری میشه، مگر اینکه حالا این در واقع ضبط تصویری که داره اتفاق میفته به داده ما برسه. خب مدل سازی کسب و کار به ما میخواد کمک کنه تا بذارید ببرمش روی فول سکرین، به ما میخواد کمک بکنه تا علاوه بر اینکه آدمهای نوآور و خلاق کارآفرینی هستیم، باز صدا رو ندارید همچنان؟ بذارید یه بار دیگه. من چند لحظه حرف نزدم، مثلا داشتم انجام میدم. الان صدای من رو دارید؟ 01 01 صدای من رو دارید؟ صدای من دارید دوستان؟ عجیب.
عجیبه. بذارید من سویچ کنم به اینترنت گوشیم ببینم شاید اصلا مشکل از اینترنت باشه. دوستان الان صدای منو دارید؟ صدای من هست؟ لطفا یه فیدبک بهم بدید. صدا هست همه دوستان؟ واقعا گرفتار میشدم با این وضعیت اینترنتی که وجود داره. دورهای آنلاینی که برگزار میکنیم علیرغم میتونه خیلی خوب باشه، باعث بشه همه بتونن از خونه خودشون، از محل کار خودشون دوره رو بتونن حاضر باشن، متاسفانه این چالش ها رو داره. متاسفانه. خب نگاه کنید، ما از مدل کسب و کار میخوایم استفاده بکنیم تا علاوه بر بهبود نوآوریمون در حوزه محصول، بتونیم توانمون رو تو حوزه کسب و کار هم توسعه بدیم. یعنی کارآفرین فقط کارش این نیست که بره یه محصول جدید ایجاد کنه، باید بفروشه این محصول رو، باید براش بازار ایجاد بکنه. 9 تا عنصر داره که در موردش صحبت میکنم. منتها خواهش من از شما عزیزان اینه که انتظارتون از من این نباشه که من مفصل بخوام همه رو توضیح بدم. این فقط در حوزه اینه که شما آشنا بشید با این 9 تا عنصر بوم مدل کسب و کار. یک کتابم براتون، 2-3 کتاب معرفی کردم. خلق مدل کسب و کار هستش، بسیار کتاب خوبیه، میشه گفت کتاب مادر هستش، مدل کسب و کار شما و در واقع طراحی ارزش پیشنهادی، هر سه انتشارات آریانا قلم هستش، بسیار مفید هستن. هنوز که هنوز من خودم این کتاب ها رو در واقع میرم مراجعه میکنم و میخونم، اگه انگلیسیش هم پیدا بکنید که چه بهتر. طراح این ایده یه آقای به اسم اوسروالدر سوئیسی هستش، کار خلاقانه ای انجام دادش، برای اینکه خودش هم نوآوری بود واقعا. برای اینکه بتونه یه بیزنس خوب رو توصیف کنه، اومده جمع‌بندی کرده، تحقیقات کرده، میگه آقا بیزنس خوب 9 تا عنصر داره. 9 تا عنصر رو تو این جدول در واقع ترسیم کرد. نقشه مشتری، روابط، کانال ها، گزاره ارزش، فرایند ها، منابع کلیدی، شرک های کلیدی، ساختار هزینه و جریان درآمدی. این الگویی که دارم میگم الگوی اوسروالدره، معنیش این نیست که تنها مدل کسب و کار، تنها روش که وجود داره فقط همین مدل نخونهیه، ولی مدل بسیار رایجیه، مدل بسیار شناخته شده و محبوبی هستش. خب بخش های مشتری به این میپردازه، من یه محصولی رو قراره طراحی کنم و قراره بسازم، به کیا میخوام بفروشم، برای کیا من ارزش خلق میکنم، مهمترین مشتریان من کیا هستن. دوستان خیلی مهمه که ما بتونیم مهمترین ها رو شناسایی کنیم. ما قرار نیست به همه خلق الله کالا بدیم، ما به همه خلق الله قرار نیست خدمت عرضه کنیم. اگه برای همه میخوایم خدمت عرضه کنیم، محصول عرضه کنیم، یه جای کار میلنگه. ما نتونستیم هنوز اولویت بندی کنیم که بازار مخاطب من کیا هستن. یه دوره خود من توی دورهای آموزشی، خب به هر حال منم یه فروشنده هستم، منم یه آدم نوآوری هستم، دوره طراحی میکنم و برگزار میکنم و میفروشم. یه دوره ایده من این بود که من باید یه دورهای ایجاد بکنم همه بخرن، ولی الان به این نتیجه رسیدم نه، اصلا چنین چیزی نیستش. من باید مشتری های کلیدی خودم بشناسم، کیا علاقه مندن مشتری های من باشن، محصولات منو بخرن و حاضرن بابتش پول بدن و پول خوبی بدن بابتش. خب تو بخش های مشتری خیلی چیزا میشه گفت، گاهی اوقات
ممکنه بازار انبوه باشه. بعضی از محصولات آره درسته همینطوره، مثلا وقتی که شما نون تولید میکنید نون رو همه قرار رو بخرن، وقتی شما دوچرخه تولید میکنید نمیتونه انتظار داشته باشه همه برن دوچرخه بخرن، وقتی شما بیسکویت تولید میکنید تقریبا مخاطبتون عامه همه مردمه، ولی بعضی از محصولات گوشه یعنی بخشی از بازار رو در نظر میگیرن. مثلا ممکنه من دارم لباس تولید میکنم، فرض کن جوراب دارم تولید میکنم، جوراب مردونه، یه جوری بازار انبوهه، ولی وقتی میام لباس سایز بزرگ تولید میکنم یا لباس برای خانوم های باردار تولید میکنم بازار گوشه ایه. بعضی موقع بخش بندی شده سگمنت ایجاد میکنم، مشتریانی با این ویژگی ها، معلمن این مشتری ها، این مشتری ها مثلا کارمند دولتن، مشتری هایی که تعداد فرزندانشون بالای 4 تا یا 5 تاست، و گاهی اوقات هم ممکنه متنوع باشه، یه ترکیبی از اینا باشه، و گاهی هم از جنس پلتفرم های چند وجهی هستش که در موردش صحبت میکنه، مالتی سایدد پلتفرمز در واقع اسمش هستش. تو بازار انبوه برای همه، تو بازار گوشه‌ای بخش خاصی از جامعه در واقع مد نظر هستش که خیلی هم کوچیکه، خیلی وقتا بخش بندی شده تفاوت ایجاد میکنم بین یه بخشی از مشتریان با بخش دیگه ای از مشتریان. مثلا من خودم جالبه خودم نمیدونستم من تپسی زیاد استفاده میکنم، زمانی که زنگ میزنم به تپسی میگه شما جزو مشتری های وی آی پی ما هستید، سریع چیه ما به شما جواب میده. نه موردی تو زندگیمون یه جا هم وی آی پی شدیم، من هم میخوام اینو تو رزومه خودم هم بیارم که جزو مشتری های وی آی پی تپسی هستم. بعضی موقع در واقع ممکنه متنوع باشه، مثل آمازون که هم فروش کتاب انجام میده، هم رایانش ابری داره، فضا میفروشه به دیگران. شما مثلا میخوای ذخیره سازی آنلاین انجام بدی، شرکت هست، نیازی به خودت در وای فضا یه مثلا یه سرور برای خودت بخری بیاری، میتونی از فضای آمازون استفاده بکنی، یا گوگل هم چنین کاری انجام میده. محصولات و خدماتش تنوع و گاه کاملا نامرتبط به هم، البته خیلی هم نامرتبط نیستن. گاهی وقت ارائه خدمت به دو یا چند بخش که به هم مرتبط هستند هستش، مثل روزنامه رایگان همشهری، شما باید یادتون باشه دیگه، خوانندگان روزنامه رو وصل میکرد به آگهی دهندگان. واسهش من سال هاست که روزنامه نخریدم، نمیدونم همچنان اون در واقع نیازمندی های همشهری هست یا نه. اوبر یا زیپکار تو ایران، اسنپ، تپسی، رانندگان رو وصل میکنن به مسافرین. در مورد این به خصوص آخری من بیشتر برای شما صحبت خواهم کرد تو اسلاید های آینده. ساعت الان شده در واقع 1:30، فکر میکنم زمانش باشه که بریم یه استراحتی یه روبه داشته باشیم، اگه موافق باشید یه حال هوای عوض کنیم و برگردیم خدمت شما تا ادامه مباحثمون رو داشته باشیم.